سلام و صد سلام عزیزان دل و دیده، باز یک روز خوش و بابرار نثارتان بادا. پس دوستان عزیزم، در زندگی میگوین خاکسار باش، چون اصلا از خاک است. چنان زندگی کن که کسی پس از مرگت گپی نیابد که بگوید. کسی را تحقیر نکن، کوشش کن دلی کسی را نرنجان. سنگ مزن، از بدن دوری بجو، راز دلت را تنها به خدا بگو و صبر پیش نما. دعاگوی آن هستم که خوشبخت باشی. در زندگی دانستم زیباترین حرف این حرف ده بوده است. گاه دوست، گاه دشمن، گاه در، گاه درمون، گاه دوری، گاه دیدار، گاه دیوانگی و گاه دلتنگی ها دارد. زندگی این بازیچه نیست، به قدر یک دیگر برسید. دنیا پر از درد و غم است، ولی با صبر باشه. زندگی پر از دروغ است، ولی راست قول باشه. دوستی پر از بی‌وفایی است، ولی صاف دل باشه. حیات پر از تنهایی است، همیشه با خدا باشه. در زندگی دردهای هست که نمیتوان فریاد زد، نمیتوان گفت، نمیتوان نوشت، فقط میتوان آه کشید و عشق ریخت. خود را به خدا بسپار. وقتی که دلت تنگ است، وقتی که صداقت را آلوده به صدا رنگ است، خود را به خدا بسپار. چون اوست که بیرنگ است، خود را به خدا بسپار. پروردگارم، فردا و فرداهایم را هر طوری می خواهی تقسیم بکن. من به قلم رحمتت ایمان دارم. یک روز زندگی ما بگذشت، دفتر زندگیت را آلوده گناه نکن. مهمترین درسی که در زندگی آموختم که هیچ کس شبیه حرفایش نیست. آدم ها به یک دیگر چقدر درد می دهند، باز می گویند فراموشش کرده. قلب شکستن هنر انسان هاست. اگر قلبی را شکستی، آماده باش. فردا قلبی تو را خواهند شکست. و تو نیز می فهمی چقدر درد دارد این درد. استخوان شکسته را می توان پیوند کرد، اما قلب شکسته را هرگز نباید پیوند کرد. دست و پای شکسته مثل پیشتره شده نمی تواند، اما قلب شکسته مثل قلب شدنش امر محال است. در زندگی کدامی از اینها انسان را درد می دهد؟ یکم این یتیمی، دویم فقیری، سیوم دارایی، چهارم نداشتن، پنجم عاشقی، ششم غریبی، هفتم جدایی، هشتم دروغ، نهم زخم، دهم خیانت. پس مرحمت فکرهای خودتان را نویسید. مریم هستم، جوابگوی
فکرهای شما انتظارم، پناهتان به خدا باشد.